دوستان سلام امیدوارم حالتون عالی باشه تو ویدئوی امروز میخوایم یکی از مشهورترین و جاودانه ترین بازی شطرنج رو با هم ببینیم و بررسی کنیم این بازی توسط آدولف اندرسن بازی شده که یکی از بازی کلاسیک و قدیمی شطرنجه که تو سال 1852 انجام شده اگه این بازی رو ندیدیم پیشنهاد میکنم که به هیچ از دستش ندین. بریم سراغ صفحه شطرنج تا این بازی رو بهتون نشون بدم تو این بازی اندرسن سفید بوده و بازی رو با حرکت ای چهار شروع کرده سیاه ای 5 کرده و بعد از حرکت اسب حرکت اسب سی رو انجام داده فیل سی 4 گوشش ایتالیایی سیام یکی از حرکات اصلی رو انتخاب کرده و فیل خودش رو داخل خونه ای سی 5 گسترش داده حالا حرکت اصلی که تو این وضعیت تو گشایش ایتالیایی انجام میدن حرکت سی است که بعدا هم حرکت دی 4 رو انجام میدن احتمالا اول دیسه میکنه و بعد از این که حرکت دیچار رو آماده کرد در نهایت حرکت دی4 رو انجام میده تا مرکز رو به طور کامل بگیره ولی تو این بازی سفید به جای حرکت سی حرکت بی4 رو انجام میده که به ایوانز گمبیت معروف گامبی ایوان که یکی از گامبی های خیلی قابل احترام و خوب شطرنجه سفید پیاده خودش رو قربانی میکنه و بعد از حرکت فیل در بی حالا حرکت سی سه رو انجام میده که با تمپ و یه زمان از فیل سیاه میگیره بعد از حرکت فیل آ پنج حرکت دی 4 رو انجام میده و سفید سعی میکنه تو این گشایش تا جایی که میتونه تو گسترش جلو بیفته و هی از سیاه زمان بگیره بعد از حرکت دی 4 سیا پیاده رو زده و حالا سفید قله کوچیک رفته که حرکت هستی داخل این وضعیته تو بازی سیاه اومده حرکت دی سر رو انجام داده تا پیاده سی سر رو نزن و خونه سی سر برای اسب خالی نشه و این قطر هم برای سفید بسته بمونه سفید تر خودش رو ادامه داده وزیر B3 حالا پیاده F7 زیر ضرب سیاه باید از این پیاده دفاع کنه حرکتی مثل اسب H6 که اصلا فایده نداره چون سفید اول اسب رو میزنه و بعدم پیاده F7 رو میزنه سیاه اومده با حرکت وزیر F6 از پیاده F7 دفاع کرده سفید حرکت E5 رو انجام داده و به سیاه اصلا فرصت نمیده که مهراش رو بچینه بعد از حرکت وزیر G6 حالا روخش رو داخل ستون E قرار داده بعد از حرکت اسب ای 7 حرکت فیل آسر رو انجام داده که میتونه قطر خوبی در آینده برای فیل باشه سیا اینجا میتونست که قله کوچیک بره که حرکت خوبی هم بود ولی حرکت B5 رو انتخاب میکنه میخواد مهرای خودش رو هم فعال کنه با قربانی دادن یه پیادش سفید این پیاده رو با وزیر زده حالا سیاه رخ b کرده طرحش همین بود ستون بی رو باز کرده و رخش رو خیلی سری داخل ستون B قرار داده بعد از حرکت وزیر آچار حالا فیل بیشیش کرده سفید اسب 2 کرده و سیاه هم فیل خودش رو داخل خونه بی هفت گذاشته حالا سیاه هم میتونه این ادعا رو کنه که فیلای خیلی قوی که شاه حریف رو هدف قرار دادن داره سفید تو این وضعیت حرکت اسب E4 رو انجام میده و سیاه باز هم میتونست قلعه کوچیک بره ولی سیاه تو این بازی تمام سعیش رو داره میکنه که قلعه نره و سعی کنه که خودش رو مات کنه سیاه اومده حرکت وزیر F5 رو انجام داده که حرکت خیلی جالبی نیست سفید اومده پیاده D3 رو زده حالا انواع و اقسام برخواست ها رو با اسبمون داریم همین الان حرکت اسب F6 کیش یه تهدید حساب میشه چون میتونیم وزیر رو بعد از کیش بزنیم سیاه اومده وزیر خودش رو جابجا کرده وزیر H5 گذاشته حالا اندرسن یکیش خیلی خفن داخل خونه F6 به سیاه داده بچه شاه و وزیر چنگال شدن سیاه باید این قربانی رو قبول کنه که البته خیلی هم قربانی محسوب نمیشه چون الان اسب آچمزه رخ اسب رو آچمز کرده و با پیاده زیر ضربه پس سیاه اسب خودش رو از دست میده حالا سیا با خودش دیده که سفید فعلا تهدید خیلی خاصی نداره حرکت رخ جی رو انجام داده که اتفاقا بهترین حرکت هم تو این وضعیت است رخش رو داخل ستون باز قرار داده و الان تهدید وزیر در اف وجود داره و بعد از اون وزیر جی از طرفی هم فیلای سیاه خیلی خیلی قویه سفید اومده حرکت رخ یک رو انجام داده و اصلا از تهدید جلوگیری نکرده ولی در ادامه ترکیبی رو دیده که سیاه کاملا بازنده میشه ترکیب خیلی خفنی و سیاه رو به چالش کشیده که بیا اسب خونه اف سه منو بزن سیاه این چالش رو پذیرفته و با وزیر اسب خونه اف رو زده حرکت بعدی داره داخل خونه جی دو سفید و مات میکنه اندرسن حمله خیلی قوی خودش رو با حرکت رخ در ای شروع میکنه و سیاه هیچ آگاهی از حمله سفید نداره میاد با اسب رخ خونه ای هفت رو میزنه و تو این وضعیت اندرسن یه حرکت خیلی خفن رو انجام میده که مات رو هم در ادامه داره اگه دوست دارید میتونین که ویدیو رو استوب کنیم و حرکت خفن اندرسن رو تو این وضعیت پیدا کنید حرکتی که سفید تو این وضعیت انجام میده قربانی دادن وزیرش داخل خونه دی هفته سفید وزیر خودش رو قربانی میده بچه شاه یه انتخاب بیشتر نداره باید این قربانی رو قبول کنه اگه کنار بره خیلی راحت اسب رو هم سفید میزنه و سیاه مات میشه پس سیاه باید وزیر رو بزنه و حالا یکیش دوگانه خیلی جالب داخل خونه F5 توسط فیل و داخل خونه D1 توسط رخ به سیاه داده میشه یعنی بچه سیاه نمیتونه با وزیر رخ رو بزنه به خاطر اینکه با فیل هم کیشه و نمیتونه فیل رو بزنه به خاطر اینکه با رخ هم کیشه و حتما بچه‌ها خودش رو جابجا جا جا کنه و انتخاب های خیلی زیادی هم نداره اگه بیاد داخل خونه c که خیلی زیبا با حرکت فیل دی 7 مات میشه شاید سیاه هیچ خونه برای جابجا شدن نداره این قطر توسط فیل کنترل شده و این قدر هم توسط اون یکی فیل کنترل شده و شاید سیاه مات شده حرکت بعدی که سیاه میتونه انجام بده حرکت شاه ای هشته که اینجا هم سفید میتونه تو دو حرکت سیاه رو مات کنه با فیل یکیش به سیاه میده سیاه مجبور شاش رو داخل خونی F8 بذاره و بعد از اون با حرکت فیل در E7 سیاه مات میشه این شاید یکی از زیباترین بازی شطرنج تاریخ باشه یکی از بازی کلاسیکه امیدوارم که از تماشای این ویدیو و این بازی لذت برده باشین اگه به شطرنج علاقه مندین و تا حالا کانال من رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنین با این کار حمایت خیلی بزرگی از من میکنین خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین